کلیپیه، یکی از این تکفیری‌ها از سوریه برگشته به کشور خودش، اینو گرفتنش آوردنش توی برنامه تلویزیونی، حالا متنبه شده داره حرف میزنه. جالب بدین حکومت تونس علیه بشار اسد، بعد این شبکه رسمی تونس هم است از تونسیه، این خیلی ارزشمند میکنه خبرو، این کلیپ رو. نقشه این بود که مساجد رو خراب کنیم. چرا مساجد رو از بین میبردید؟ چون اغلب نیروهای ارتش سوریه سنی بوده. لذا اگر یکی از مساجدی که برای آنها مهم است رو خراب کنیم، حتما از ارتش جدا میشن. ما این نقشه رو پیش گرفتیم. نقشه؟ بله نقشه. که ببینید شیعه ها، علوی ها، بشار اسد، امیدوارم منظورم گرفته باشید، یعنی شیعه ها، علوی ها، بشار اسد دارن چیکار میکنن؟ مساجد اهل سنت رو خراب میکنن. خب حالا یه سوال، بشار اسد بالاتر یا خدا؟ همیشه میرم اون بالایی رو پیدا میکنم میذارن جلو. ببین تو اگه روش دشمن شناسی رو یاد گرفتی، اون وقت میفهمی اینا هی دارن ابزارها رو چیکار میکنن؟ عوض میکنن، رنگ و لعابش عوض میکنن. اونو یاد بگیر. متوجه نقشه شدی؟ میگه سب کن تا متوجه شم. ببین عجب آی کیو این دیگه. به این معنی که به اسم ارتش مساجد رو خراب میکنید. به اسم ارتش سوریه بشار ها، فقط به خاطر که تمام نیروهای سنی که در ارتش هستن به ما ملحق بشن. از ارتش جدا بشن و ارتش ضعیف بشه. وقتی مسجد جامع رو خراب میکردید روی دیوارا چیزی می نوشتید؟ اگه مسجد رو خراب میکردیم اسم ارتش روش می نوشتیم، می نوشتیم خدا و سوریه و فقط بشار، می نوشتیم لا اله الا وطن ولا رسول الا البعث. حزب حاکم در سوریه چیه؟ بعثه. با این بحث عراقی وقت اشتباه نکنید. و قرآن می سوزنید و میگید دشمنان اسلامی کار کردن؟ درست شد؟ حالا یه سوال دارم، فکر کردید 1400 سال پیش این اتفاق نیفتاد؟ قرآن سر نیزه نرفت؟ صحابه جلوی علی قرار گرفتن؟ بگید جواب. رفتن بالاترش پیدا کردن. حسبنا کتاب الله بود دیگه. قرآن جلوی علی قرار بگیره، اینا برگشتن امیرالمومنین گفت شمشیر بزنید. من بهتون میگم من قرآن ناطقم، تموم شده فتنه رو تمومش کنید. مالکش داشت گریه میکرد، میگفت فقط 10 ضربه تا کله معاویه من فاصله داشتم. آتیش گرفت مالکش داشت. برگشتید فقط 70 80 نفر دور خیمه امیرالمومنین گرفتن، تمام سپاه نیزار شمشیر رو میبرن بالا، میگن ان الحکم لله. همون سیستم امروز پیاده خواهد شد، داره میشه. و من امروز هشدار میدم نسبت به این فتنه‌های پیچیده رسانه‌ای و عملیات روانی که در کشور خودمون هم اینا اجرا خواهند کرد. این خطی نشون